آقا صحنه داوری هم نشون دادیم گفتن که پنالتی نبود، خودت از اون صحنه بگو. خب حقیقتش اون صحنه وقتی سانتی کرد بازیکنشو، من فقط متوجه شدم یکی اپوی زد تو سر بنده، ولی خب متاسفانه دارم میگم داورم خیلی جایگیرش خوب بود، من نمیدونم چجور تشخیص نده، من فکر کردم واقعا خطا گرفته، برگشتم نگاه کردم دیدم دندونم تو دستمه. بعدش این که خب یه مسئولیت اکتفم داشتم، یعنی دردش دو برابر شد، بعدش دیدم دماغم هم داره خون میاد. هم ببخشید یکم دارم تو دماغی صحبت میکنم بخاطر اینکه بینیم شکسته. الان باید اصلا یه ذره ورم هم اسم میکنم، ورم هم کرده دارد احسان گفت، احسان گفت این بینیش که الان نمیتونم نشن این دندون من و شکسته کدومش بود قشن دوتا دندونم الان معلومه قشن. آخ آره. و این که خب دارم میگم دماغم هم که حالا فردا برم دکتر ببینم چه اتفاقی میفته، ایشالی که اتفاق بدی نیفتاده باشه. و این که یه مسئولیت هم از همسترینگ هم پیش اومده تو بازی، خب دارم میگم تصادف کردی این همه بلا سر تو سره یه صحنه پنالتی، بکنم دندون دماغ، البته دماغ قبل من ببیننده اونم بگم شفاف سازی کنم قبلش هم تو چیز خاصی نبوده، تو همین مایه بوده، یعنی حالا بعدا نمی بگی دماغم خیلی چیز بود، عادت کردم آخه دوبار قبلش هم شکسته بود، شکسته بود. عادت کردم الان هم نمیشه آخه درستش که بخاطر اینکه تو شرط بازی هستیم نمیشه الان عمل. بعد همه سرینگ چی؟ مسئولیت همه سرینگ؟ همه سرینگ هم خدایی میگم قدر فشار عصبی به من وارد شد تو صحنه که حالا دو تا دارم میگم، یه بار که به دماغم ضربه خورد، یه بار هم که دندونم شکست، دیدم داورم اونجا پنالتی گرفت، بعدش توی یه صحنه من یه صحنه شوک دادم کنار خط، دو نفر بازیکن فولاد فکر کنم جا گذاشتم و اینکه منو هول دادن خطاش اونجا کش اومد همسترینگم. حالا فردا ایشالا به این مماره ایشالا اتفاق خاصی نیفته، امیدوارم که مصدومیت جدی نباشه، اتفاق بعد نیفتاده باشه. آقای سجال حسینی هم فکر کنم مصدوم شد از همین آیه امسترینگ فکر می‌کنم. بله آقا سید هم که قبلش هم درد داشت، ولی درست هم من هم آقا سید دوتامون واقعا درد داشتیم، ولی واقعا به خاطر هواداره هیچ فرقی نمی‌کنه. ما درست مثلا من بگم آقا بازیکن تیم ملی هم بازی تیم ملی خیلی مهمه، ولی خب حقیقتش ما هر چی داریم واسه تیممون میذاریم، واسه تیم باشگاهیمون میذاریم، چون واقعا میدونم این هوادارا همیشه پشت ما هستن و توی اوزان واقعا میبینیم جاشون خالیه. بعد من یه نکته بگم، حالا گفتی یه شوک دادی دو تا بازیکن فولاد جا گذاشتی، آکرینم دو تا شوک داد بهت، یعنی اساسی. آره آقا نه من اومدم آقا کریم بنده خدا گفت بابا حسین صحبت نکن، الان بهت کارت دوم میده قرمز بهت میده، ساکت شو دیگه، دو تا تو دهنی قشنگم به من زد و اینا به موقع بود فکر کنم، خون دهنم که داشت خون میومد وقتی زد خونریزیش بیشتر شد. آبه این فکر مطمئنی دندونا از اون ضربه نیست؟ نه مطمئنم، چون همون موقع که وقتی شیمباز زدم دندونم تو دستم بود. و اینکه من الان اینم میخواستم بگم، خب شما دیدین حالا یه شیطنتایی داره میشه، خب هفته قبلم شما دیدین اخراجی که سر بازی خودمون با استقلال اخراجی که نگرفتن و اینکه بازی خیلی تغییر میکرد اگه او اخراج میشد، چون من او بازیکنشون اخراجم چون 2-1 هم جلو بودیم. و اینکه امروز هم که دیدین خب پنالتی من اصلا پنالتی نبود، به ناحق پنالتی گرفتم. و اینکه الان اینا جدا، من فقط اینو میخوام بگم که با این کار واقعا نمیتونم پرسپولیس رو زمین بزنن، اینا فقط انگیزه ما بیشتر میشه واسه اینکه بتونیم رو به جلوتر ادامه بدیم. حالا ما حسین این اتفاق داوریه افتاده بود جان، میگم به قول خودمون من ما و هوادارا شما همه. حالا راجع به این کاری خوندنات هم یه نکته میخواستم بگم بعدم، ولی الان بگم پنالتی که اعلام شد چرا ول نمی کردی؟ یعنی قشنگ ولکنت گیر کرده بود کاملا و من قسم میخوردی که صداش قشنگ میومد، میگه آقا مثلا همبای قسم ها رو دیدی که احسان آقا من پنالتی نکردم اینجا، یک دقیقه و 30 ثانیه شما استارت میدادی لبه خط رو میمدی واسه زنی.
خب آخه آقای میساقی من حقیقتش دارم میگم، اصلا اون صحنه اگه مثلا من گفتم خطا شد و افتادم زمین، وقتی دیدم دماغم داره خون میاد، دندونم تو دستمه، یعنی سه تا صحنه واقعا من تعجب کردم، گفتم خود خب خطا شده دیگه، حالا مشکل نداره میام بیرون، اشکال نداره، دندونمه دیگه، دندونم شکسته، فدای تا یه موه کل هوادارمون، ولی خب کارو بلدی وقتی نه جدی دارم نه بلدی نفهم گفتم که نه واقعا جدی دارم، گفتم مشکلی نداره میام داخل ادامه میدم، ولی وقتی فهمیدم که پنالتی گرفته اصلا شوکه شدم، بعدش هم بازی هم آخه یه جور داشت میرفت جلو، چون واقعا نیاز داشتیم به ایست امتیاز بازی، چون بازی ها قبلی شما دیدیم ما یا دقیقه 92 91 90 گل میخوردیم که بازی که جلو بودیم، و اینکه یه قدر فوتبال خوب بازی کردیم، حالا درست حالا مسئولیتمون یه جوریه که حالا واسه هفته دیگه شاید خیلی نگران باشم، حالا من که 4 کارتشم مثلا من نباشم، آقا سید نباشه، من اینو میخواستم بگم ما با 8 تا بازیکن با پنجره بسته رفتیم فینال آسیا، و اینکه جوانای خیلی خوبی داریم، و به نظر من هیچ فرقی نمی کنه حالا من باشم، احسان حسینی باشه، کسی دیگه باشه، با 8 تا بازیکن بزرگسال ما رفتیم فینال آسیا، با پنجره بسته رفتیم فینال آسیا بازی کردیم، و اینکه هر سالم شما داریم این قهرمان میشه، و امسال هم بهتون قول میدم قهرمان میشه. حسین جان خیلی متشکرم ازت، چون ما به آقای احیان قول دادیم که بچه‌ها سریعتر برن استراحت بکنن، فردا تمرین گذاشتن دیگه، فردا تمرین داریم دیگه، گپمون می‌ذاریم یه روزی که دوباره ما تو برنامه هم دیگه صحبت می‌کنیم. به نظرم بسیار حتما. بسیار پیشرفت کردی از لحاظ فنی بدون تردید، از اونایی که الان از چند سال پیشی که با هم دیگه صحبت می‌کردیم و فوتبالاتو می‌دیدیم، آرزو موفقیت می‌کنم، بعد این کوریا و اینا حالا فضا مجازی هم بی‌خیال شو، هم پیشرفت فنی رو ادامه بده، دندون و دماغ و همه سیستم اینا شده همش درست میشه. آقا کریم هم که می‌دونی دیگه چوب آقا کریم گل دیگه اشکال نداره. بله 100%. من دوست داشتم یه دو تا دیگه هم بزنه، چون آقا کریم من اینقدر دوست دارم، شما شیشش هم که گرفتم واقعا ازش اجازه گرفتم، و خیلی ترسیده بودم که امسال یا سال قبل نتونم واقعا این شماره که بتنم میکنم، از خجالتش خدا رو شکر تا حالا تونستم یه کوچولو از خجالتش در بیارم، ان شاء الله همین روند ادامه دار باشه. و اینکه احسان پهلوانم بگم واقعا بازیکن خیلی خوب عالی درجه یک، چون واقعا تیم ملی نوجوانان جوانان امیدا همش با هم دیگه بودیم، یه دوران کوچیکی هم تیم ملی بزرگسالان بودیم، ان شاء الله دوباره برمیگرده به تیم ملی بزرگسالان، واقعا حقش، فوتبالیست خیلی قویه، و اینکه ما کنارش داریم لذت می‌بریم.